سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودیاک تیم. من امیرم و امروز قراره با هم دیگه بریم حواشی آرش لطفی و ویدیویی که در مورد امیر سعد تدلو ساخته رو ببینیم. لتس گو. خب یه ویدیو داریم از آرش لطفی که مین کارش در مین جابش رست آرتیست های رپ فارسی و رست ریاکشن های رپ فارسی و اینجور چیزا. بریم با هم دیگه ببینیم آرش لطفی یه ویدیو در مورد امیر تتلو ساخته که خیلی خبرش بوم شده و ترکیده و همه تتلیتی ها اومدن گفتن که آقا این ویدیو رو ببین، این ویدیو رو ببین. اومدیم با هم دیگه ببینیم. Let's go. چی میزنی؟ اینجا فوشوش خبر نیست. من که اصلا فوش نمیدم، به من چه ربطی داره که یک سری واقعیت ها تو زبان شما فوشه. چونی؟ تو سلولم فضا شده. وای اینجاش چه باحال بود. چونی؟ تو سلولم فضا شاعرانه برای خود درست کردی. بله بله بله. اونجا داری رو آهنگ کارو. بله بله بله. چه آهنگی داری؟ مادر تو. آقا چرا اینقدر اسم آهنگه؟ اسم آهنگو ولش کن پس. اصلا آلبومش چیه اسمش؟ بابا جنده. اسم آهنگ و آلبوم تو فوش می‌ذاری آره؟ من به شما توضیح دادم یک سری واقعیت ها. حالا نوبت منه. یه چی بگم قشنگ کون بسوزی. جان. آرمین جونت بود توی ام. بله. مجوز گرفت. آقا اشکالی نداره. آقا اشکالی نداره. تو بگو این چیزا من اذیت بکن. اینا همشون این مجازا. می اومدن پیش من بهشون شعر نوشتن یاد بدم. اینا ملودی نمی‌دونستن چیه. گام عوض کرده. من تازیانه های. ولی خداییش یه گریمور می‌گرفتید بهتر از این در می آورد آرش. خیلی گریمش سطحی و ساده است. انگار بچه 6 ساله گریم کرده. متوجه شدم. اوکی حل ده. اصلا اونا اجرای لایو نمیتونن بذارن. اون ماکان بند میخواد بیاد برای شما چیکار کنه. درست فهمیدم. اوکی سوال بعدی. حالا واقعا چه بلایی بود سر قیافت آوردی؟ خب بچه اینجا فکر کنم یه دونه حرف احساسی هم داره وسط ویدیوش که خیلی جاها شورت ویدیو شد، خیلی جاها گذاشتن تو اینستاگرام پر بود. بریم با هم دیگه این یه تیکش رو ببینیم و حرف درد و دل تتلیتی هاست، درد دل خود امیر تتلو. بریم ما هم دیگه ببینیم چیه. میدونی چی بدتر از اینه که بهت فوش خوار مادر بده؟ چی؟ اینه که کسی جدید نگیره. یعنی تو بیای 10 سال آهنگ بخونی برای خودتو، یه سری طرفداری که داری باز مردم مسخرت کنن، بیای فعالیتتو بیشتر کنی باز مسخرت کنن، بیای تشویقشون کنی به ورزش کردن باز مسخرت کنن. یه جایی میرسه اولش با آدمو لج میکنی، بعدش با برج‌ها و سالن‌های کنسرت لج میکنی، بعدش با خودت لج میکنی. هر بلایی میخوای سر خودت میاری که بگی من اونقدری که شماها میگی آدم بدیم، حق با شماست و من تصمیم گرفتم از این به بعد بد باشم. دقیقاً. ببین حرفش درسته، یک جایی هستش که دیگه میگه صبر لبریز میشه، میدونی اونجاست که دیگه تو میگی من الان یه کاری میکنم که اینا همون چیزی که میگن درست باشه. اینا میگن تو فلان آدم فلان شده ای، من یه کار میکنم که واقعا فلان شده باشم و میدونی حداقل نسوزم دیگه. اینا الکی دارن به من میگن من مثلا فلان آدمم، من دوست دارم مثلا چه میدونم. یه مدت خیلی انگه شیطان پرستی زدن به امیر تتلو، اون موقع که خب مثلا بر فرض مثال اصلا خدا پرست بود، بنده خدا طبیعت پرست بود، ولی انقدر این رو گفتن، منظورم مثاله ها، انقدر این رو گفتن که طرف گفتش باشه اینطوریه، منم میرم شیطان پرست میشم، اصلا کی به کیه، میدونی. حداقل نمیسوزم این که شما دارید میگید دروغه دیگه، حداقل یه کاری میکنم راست باشه. شما میگید من الواتی ام، من میرم الواتی میکنم که حداقل راست باشه، میدونی. و گفتم توی یکی از ویدیو گفتم مردم ایران متاسفانه نفرت رو بیشتر از عشق دوست دارن و خیلی خیلی این موضوع بدیه، خیلی موضوع بدیه. یعنی شما چجوری میشه این همه مردم جهان، این همه مردم جهان دوست دارن همدیگر رو. من کامنت میبینم از موضوعات مختلفی که توی دنیا داره اتفاق میفته، هیچ کدومشون کامنت های شبیه ما ندارن، هیچ کدومشون هیتر های شبیه ما ندارن، هیچ کدومشون هم البته محتوا سازه ابهمقی مثل ما ندارن. چرا؟ چون محتوا وقتی ساخته میشه یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر ویو میزنن و بعد از اون دیگه کسی ویو نمیزنه، میدونی؟ به خاطر همین دارم میگم سعی کنید بچه ها عشق بورزید تا نفرت، سعی کنید خوی نفرت رو، البته میدونی اینو کردن تو ماها، ولی خیلی بده که هی یه چیزی رو بگی کردن تو ما، هی یه چیزی رو بگی نه اینا شستشو شدیم، هی کردن تو ما، درک چه کردن توت،
خودت که میتونی عوض شی. کی گفته آدم نمیتونه عوض شه؟ آدم روز به روز، ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه عوض میشه. مگر همینه با زن متعدد بودی، حرم سرا داشتی؟ نه اونو کلا دوست دارم. این در رابطه با موضوع حرم سرا که شما گفتید، این اوج ضد انسانیتی که شما همه چیز رو از یک زن بخوای. ما خیلی قطعا آقا خدا میدونسته که به دلیل ما اینجوری آفریده دیگه. شما نمیتونی یه چیزو همه چیزو از یک زن بخوای. یکی آشپزش خوبه، خوبه باشه تو جمع، یکی قد کوتاه و توپله. آقا نکش قربونه تو برم، نکش کنی. من تتوشو میخواستم نشون بدم بابا، ما رفتیم تتو زدیم، شما میای میکشی اینا رو. خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده باشید. حواشی آرش لطفی و امیر تترو داشتیم، گفته بودید این ویدیو رو ببینیم، حتما رفتیم ویدیوش رو پیدا کردیم و دیدیم. به نظر من ویدیو مفیدی بود. امیدوارم از حرفایی که زدم ناراحت نشده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون فراموش نشه و تا ویدیو بعدی هم با ما همراه باشید. عشق دلید. تا ویدیو دیگه فعلا چکس.